محمد رضا شاه پهلوی در کشور ما این نقش رو عهده‌دار شد که ایران رو بسازه. هر آدمی هر چقدر هم که بی‌شرف باشه و هر چقدر هم که دور از انصاف رو فکر کنه می‌بینه که تکامل مملکت ما از کجا به کجا بود. تا اون زمان که من یادم میاد تا زمان محمد رضا شاه که میگن دوران اقتناق بوده و کسی جرأت اینو نمی‌کرد مغزشو به کار بندازه. اون آزادی در زمان محمد رضا شاه پهلوی وجود داشت و همونجا بود که کتاب‌های شریعت رو چاپ و دانشور و غیر و ذالک دست به دست می‌گشتن. به شما میگویم که در اون زمان فکر باعث میشد که شما هم اعدام به هیچ وجه اینو نبود، کسی اعدام نمیکردن. محمد رضا شاه پهلوی کسی بود که کسی میخواد جونش رو بگیره با کشندش بهش میگفت بیا با ما کار بکن چون ما راه درست میدیم، درست برمی داریم. من میدونم که در دنیا برای آدم هایی که از دنیا میرن روز بزرگداشت برگزار میشه به دو حریم و به دو شکل، یکی برای اقوام نزدیک دوستان به در مادر خواهر رو بگذارید و اینکه خودمون بیادشون باشیم، و یکی برای مردان و زنانی که در سیاست، در فرهنگ و در هنر این مملکت نقش بسزایی داشتن. محمد رضا شاه پهلوی از این گروه هست. ولی من معتقد نیستم به اینکه اگر که ما بزرگداشت محمد رضا شاه پهلوی رو می‌بینیم یا از حافظ صحبت می‌کنیم یا از اینشتن صحبت می‌کنیم یا از هر مرد، از هر زنی که نقشی در فرهنگ جهان یا فرهنگ وطن داشته، فقط باید بیستیم و ببینیم که خب تو رفته و خاک دنیا بر سر ما. به هیچ وجه مرد سیاسی راه سیاسی میسازه. ما در روزهای بزرگداشتی که نه فقط امروز بلکه بسیار در سالهای بعدی هم برگزار خواهیم کرد، باید از راه سیاسی یاد بکنیم و اینکه این راه چه اثری در زندگی من و شما داشته و چه اثری در زندگی بچه‌های ما خواهد داشت. بنابراین مسئله شخص محمد رضا شاه پهلوی از دید من ایرانی یک مسئله است و مسئله راه محمد رضا شاه پهلوی و راهی که اصولاً پهلوی‌ها در سرنوشت ما بازی کردن مسئله دیگری است. من به اون راه می‌پردازم. ما در مدرسه تاریخ زیاد خوندیم و همیشه معتقد به این بودیم که بعد سلسله نمی‌دونم افشاری و زندیه و قاجاری را فکر می‌کردیم که یک پادشاه بوده، یک وطن باره، فقط تشکیلاتش همچنانی نبوده و همچنانی نبوده و بعد پهلوی را نکرده به هیچ وجه. اخیرا کتاب رو خوندم به نام خواجه تاجدار. پیشنهاد میکنم بخونید این کتاب رو. اوائل حکومت قاجاریه، وقتی که آقا محمد خان قاجار هنوز پادشاه ایران نبوده، در کشور بیچاره و بدبخت و فقیر و درمانده و فرسوده ما که فقط انگلیس ها و احتمالا روس ها میدونستن که کجای اون کشور منابع زیرزمینی و کجای اون کشور منافع زیرزمینی داره و آدم‌هاشون رو به عنوان سیاح و جهانگرد و تاجر ایران می‌شناسن، چهار پادشاه حکومت می‌کرده در شیراز. در زمانی که کریم خان زند در مدرسه بود، کریم خان زند پادشاه ایران، کریم خان زند پادشاه شیراز بوده. در همین زمان در اصفهان شاه نابینا از نواده‌های نادرشاه سلطنت می‌کرده. در همون زمان بزداد احمق و بیسوادی در اصفهان به نام شاه سلطان حسین ثالث سلطنت می‌کرده و در همون زمان اعوان انصار قاجارها در شمال کشور سلطنت می‌کردند. یک پادشاه و یک تایفه را یکی دیگر کشور نبوده، کشوری بوده پاره پاره بدون اقتصاد، بدون سیاست، پر از دزد و کهمانگر که هزاران هزار مردان و زنان ملی ایرانی رو فدای منافع خودش می‌کردند و بیگانگان در سر تفاول کشوری ما. بعد قاجارها سر کار میان، کشور واحد میشه. ولی میدونی آقایونی که از من دیرتر هستن تاریخ رو میشناسن، بالا ما همینطور روی سخنم بیشتر با جوان هست، قاجاری خدمت چندانی به ایران کنه کرد هیچ، بلکه بسیاری از سرمایه‌داری که ما رو، کشور ما رو، آب و خاک ما رو به باد دادن به خاطر منافع شخصیشون و اون هم صرفا با پشتیبانی سیاست مداران خاصه و بیشتر با پشتیبانی و بیشتر با پشتیبانی آیت الله ها و آخوندهای خاصه. این آخوندهای زمان قاجاریه بودن که ایران رو ویران میکردن، نه خود پادشاهان زمان قاجاری. میرسه به دوران رضاشاه. رضاشاه با اینکه جهان دیده نبود ولی جهانی فکر میکرد. رضاشاه اولین کسی بود در تاریخ ایران که بعد از وحدت کشور ما که راجع به وحدت صحبت میکنم سازمان اداری و تشکیلاتی در ایران به وجود آورد. رضاشاه اولین پادشاهی بود که در ایران جاده کشید. رضا شاه اولین پادشاهی بود که ایران دانشگاه ساخت. بعد از دانشگاه ایران تاریخ می‌کنیم که بود دست و بود دست و بود دست ما از اونها خبری نداریم. غیر از این وقت کتب اثری از اونها به چشم می‌خوره. رضا شاه برای اولین بار به ملت ایران فرهنگ داد. رضا شاهی که می‌گویند جوان‌ها، به شما میگن رضا شاه چاپید دیهات ایران رو چاپید و برد. رضا شاه دیهات ایران رو خالی از مرض کرد. مالاریا را از شمال ایران گرفت، چکلی و برال و تراکم را از تمام ایران گرفت،
فقر و بیچارگی و بیسوادی از ایران گرفت و پای ریزی ایرانی رو بیبر کرد که دامه این رو در زمان محمد رضا شاه میبینیم و تکامل اون رو رضا شاه رو انگلیسی ها بردن، بله بردن، بسیاری از سران حکومت ها رضا شاه انگلیس ها میبرن، نه به این خاطر که رضا شاه نوکر خوبی بود، بلکه به این خاطر که رضا شاه خادم خوبی بود برای ایران و به ایران خدمت میکرد و در این فکر بود که ایرانی آزاد و آباد بسازه که نوکری انگلستان و روسیه رو نکنه. به این دلیل رضا شاه رو بردن، محمد رضا شاه پهلوی آوردن، باز هم در این امید که فکر مخالف بودن که او بیاد، ولی ناچارا با کمک محمد علی فروغی که از بزرگان سیاست ایرانه، محمد رضا شاه پهلوی میره مجلس شورای ملی و قسم میخوره و پادشاه میشه. باز هم این بیسافه میکردن که پادشاه جوانیه، قدرتی نداره، مردم بیسواد هستن، فقر دگان بیداد میکنه زمانه بعد از جنگ دوم جهانی و فکر میکردن که میتونن باز بر سر مراد سوار بشن، نفت شما رو روسا ببرن، نفت شما رو انگلیسا و بقیه منابع ما رو نمیشناختیم، ولی اونها خوب میدونستن خبره به جیر مورد میرسونن. محمد رضا شاه پهلوی نخواست نوکری انگلستان رو بکنه و نوکری روسا رو بکنه، ولی خواست که با امریکاییان ایران رو بسازه، بله، و شروع به سازندگی کردن. ولی بعد میبینیم در زندگی او که در اواخر حکومتش این امریکایی ها بودن که علیه او کار میکردن، نه روسا و نه انگلیسا. محمد رضا شاه پهلوی شروع به ساختن مملکت ما کرد. به شما جوان ها، من خیلی مختصر میگم، جای نوت نیست، به شما میگویم که محمد رضا شاه پهلوی ارتشی قلابی ساخت و تمام پول ملت ایران رو آهنکاره خرید و اینا رو در انبارها انبار کرد برای اینکه مردم ایران رو سرکوب بکنه. ما هرگز در کشورمون به یاد نداریم که ملتمون با فانتوم سرکوب شده باشه، یا با ارتش شاهنشاهی سرکوب، یا با نیروی دریایی، یا با نیروی به هیچ وجه چنین چیزی در تاریخ ایران وجود نداره. به هیچ وجه محمد رضا شاه پهلوی ارتشی رو ساخت و آهنکارهایی رو به قول آقایون خرید که وقتی عراقی‌ها به کشور ما حمله کردند، خمینی و بقیه همدستان او به دریوزگی امریکا و انگلیس و اسرائیل رفتند و التماس کردند که تتمه همون آهنکارها رو دوباره بکنند و به وسیله اون آهنکارها بتونند سربازان کلوخت عراقی رو از کشور ما بیرون بکنند. این سلاح‌هایی بود که محمد رضا شاه پهلوی خریده بود و به این دلیل خریده بود که عراقی و دیگر عرب‌های طماع اینها به کشور ما حمله نکنند. به شما میگویند جوان‌ها که محمد رضا شاه پهلوی کشاورزی ایران را ویران کرد. در سال 42 درآمد سرانه ملت ایران، یعنی من و شما هم و یک دهقان ایرانی، 74 دلار بوده. در سال 42 در روز انگلیسا فکر میکردن که از این تومه دست وابسته نصیبی هم اونها میرسه. وقتی که شاه حسن اقدام کرد که اقتصاد ایران رو بنا بکنه و بسازه، در سالی که شاه ایران رو ترک کرد 2500 دلار درآمد، تقریبا 2500 دلار درآمد سالانه ملت ایران بوده. به شما میگویم که محمد رضا شاه پهلوی فرهنگ ایران رو نابود کرد. در هیچ زمانی از تاریخ ایران، در هیچ زمانی مثل زمان محمد رضا شاه پهلوی، تاریخ، ادب و هنر در ایران شکوه نداشت. به شما میگویم دوران اقتناق محمد رضا شاه، دوران اقتناق یعنی دورانی که تمام روشنفکران ناچار بودن لبشون ببندن، ولی با یک جمله کوچیک ثابت کنم که چنین نیست و درست برعکسه بوده. تمام نویسندگان و شعرهای نسل شفیع ایران که در زمان محمد رضا شاه پهلوی کتابهاش منتشر میشد. شما احمد شاملو و سیرین دانشور رو فقط و فقط از زمان حکومت محمد رضا شاه پهلوی میشناسید. شما علی شریعتی رو از زمان حکومت محمد رضا شاه پهلوی اصلا میخواست کشته بشه، مثلا همون آدم بود. در کجای دنیا ادهی بر علیه نظم حکومت اقدام میکنن و قیام مسلحانه میکنن و حکومت اونها رو میبوسه و ناز میکنه؟ در همین خود آلمان، همون گروه بادر ماین هوف که روزی گفتن همشون در زندان خودکشی کردن که چنین مسئلهی در زندانهای آلمان محال داشتنی هستش، این گروه خواستن علیه امنیت آلمان قیام مسلحانه بکنن. تمام در دیوارهای آلمان عکسشون هست، هر کجا دیدید قانون آقا رو بگیرید 50000 تومان بگیرید، اگر اعدام نشه احتمالا خودکشی خواهد کرد. کجای دنیا در کدوم کشور سوسیالیستی کمونیستی چپی راستی میانه این مسئله وجود داره که این علیه امنیت کشور قیام بکنن و اونها رو وزیر بکنن؟ محمد رضا شاه پهلوی ولی بعضی آران که علیه امنیت کشور و علیه جان خود قیام کرده بودن بخشی و به اونها پوست‌های مهم دولتی رو، برای که او می‌خواست از هر مغزی، از هر امکانی در مملکت ما برای سازندگی استفاده کنه و نمی‌خواست مردم کشور ما رو دم تیر ترس بزنه. محمد رضا شاه پهلوی نه به دستور سفیر امریکا و انگلیس از ایران رفت، محمد رضا شاه پهلوی به حکم وجدان خودش از کشور ما بیرون رفت، برای اینکه امروز من و شما بعد از 5 سال در این سالن جمع بشیم
افسرامون رو دوباره ببینیم، هنرمندانمون رو ببینیم، بازاریان رو ببینیم، روشنفکرا رو ببینیم و 40 میلیون مردم رو ببینیم که پشیمان هستند از آمدن روح الله خمینی. پس شما سوال میکنم که شاه کی برمیگرده؟ به این دلیل محمد رضا شاه پهلوی ایران رو فتح کرد. البته در اینجا صحبت میشه در این روزها از راه محمد رضا شاه پهلوی، باید به این مسائل مختلف اشاره بکنیم. محمد رضا شاه پهلوی با رفتنش از ایران به ما درس بزرگی داد. محمد رضا شاه پهلوی به ما آموخت در این سالهایی که در تبعید زندگی میکنیم که برای اینکه وطنمون رو به دست بیاریم باید بایستیم. محمد رضا شاه پهلوی و تمام کسانی که به نام محمد رضا شاه پهلوی مثل رحیمی، مثل خسروزاد و غیره جلوی جوپه اعلامی شدن به ما یاد دادن که اگر در زندگی آدمهای راحت طلبی هستیم، اگر من شوی تلویزیونی اجرا میکردم و میخندیدم و میرقصیدم، امروز علاوه بر اونها باید بایستم و برای آزادی وطنم و برای آزادی هم وطنانم قدم برداری وظیفه منه. آقایونی که نفسشون از بغداد بیشتر بیرون میاد تا از سینه های مردم ایران و آقایونی که با میلیون ها دلار پول عراقی مشغول خوشگذرانی هستند و میگویند که ما میتونستیم ایران رو آزاد کنیم اما نمی کنیم چون ممکنه افراد فاسد گذشته برگردن. کسانی که این جرگزه رو ندارن که جلوی دو آدم فاسد بیستن هرگز نمیتونن این مملکت رو اداره بکنن، چون در هر مملکت این گرداب یا آدم های فاسد وجود داره چه ما بخوایم چه نکنیم. مسئله رفتی شاه و خمینی هم نداره، چنان که در زمان روح الله خمینی ببینید که فساد چه میکنه و آدم فاسد یعنی چه بماند. ولی این آدم ها به هر جا که میرسن، به هر جا که ما قدم میذاریم، به عواملشون دستور میدن که ما رو نقد بکنن، آدم های فاسد گذشته، این حرف رو روح الله خمینی هم راحت میزنه. این جمله جمله یک آدم ملی نمیتونه باشه، این جمله جمله این آخوند احمق جاسوس استعماری انگلیسیه. آدم های فاسد، هنرمندان فاسد، افسران فاسد، تمام این جملات یک بار روح الله خمینی شنیدید و متاسفانه امروز در اروپا دوباره میشنیم که آدم های فاسد گذشته. ما آدم های فاسد گذشته بودیم که توی اون مملکت سنگ این سنگ گذاشتیم و مملکت رو ساختیم و به دست آدم های نافاسد و صالح ملی دادیم که مملکت رو تبدیل به زندان اوین کردن و فرار کردن اومدن و دوباره بکن برگردن و نظام و مملکت رو خودشون شخصا به عهده بگیرن که دوباره این بار دیگه مملکت رو باز بدن. ما از ما میترسیم، از ریسمون سیاسی دیدن میترسیم. برای ما محمد رضا شاه پهلوی یک راه باقی داشته، راه ملی‌گرایی، راه سازندگی، راه ایستادن برای ایران، راه مردن برای ایران. شعار نمیدم به خاطر اینکه دیدم که افسرانمون میستن و میگن زنده باد پادشاه و جون میگن، که مردم سادهمون، زن و مرد و دختر و پسرمون میستن و میگن جاوید شاه و کشته میشن. یاد گرفتم از اونها که اگر از ایران فرار کردم فقط و فقط در این راه قدم بردارم و در هر موقعیتی از موقعیت خودم که میز و میکروفون یا صحنه کنسرت استفاده بکنم بر مردم کشورمون بگم. امروز در مقابل ما مردم، شما و دیگران در بیرون میبینید که به شما سیب میزنم مرتب و اظهار نظر میکنم، چند راه وجود داره. بعد طبیعی هم هست که اولین بار ما خودمون میتونیم تصمیم گیری برای خودمون بکنیم، یکی دیگری به طرز دیگری فکر میکنم. آقایان مجاهدین میتونن با کسانی که با اونها پیوند دارن میگن که راه نجات ایران در جمهوری اسلامی دموکراتیک هست. جوان ها که اونها رو میبینید که اونها بگویید که اگر ملت ایران امروز روح الله خمینی رو قبول نداره، تمام دست نشاندگان روح الله خمینی رو قبول نداره. مسئله نیست خمینی بره و بازرگان بیاد، بازرگان بره و رجبی بیاد، به طور کلی جمهوری رو قبول نداریم بلکه ایران رو قبول داریم. جمهوری رو قبول نداریم. من دیگه نمیخوام بخونم. از دل بیرون نمیشه، تو زنده ای برام همیشه، تو بودی تنها تکیگاهم، بی تو دردم یه دنیا آهم، یتیمم خیلی بی پناهم، کاش که میمون نفس تو سینم تا رفتن تو رو نبینم، بیزار از زمان و زمان.
همینم، کاش که می دیدم لحظه آخر تو رو که بودی خسته در بستم، تا تو می گفتی هر آن چه داشتی تو دلم حسرت جا نمی زاشتی. تا که خون جاریه توی رگ‌هام، اسم تو میمونه روی لب‌هام، هر چی که دارم من از تو دارم، پدر خوبم سپاسگزارم.